عناوین خبرها: سفیر آمریکا در اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران: همه گزینه‌ها همچنان روی میز است. صحبت‌های شاهین نجفی در مورد ایران و حجاب اجباری. خیز بلند دولت رئیسی برای دست کردن در جیب مردم. پول مردم ایران این بار برای روسیه خرج می شود. ایران آمده یه تحویل پهپادهای مسلح به روسیه. و افت 5% سهام توییتر بعد از فسخ خرید این شرکت توسط ایلان ماسک. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. سفیر آمریکا در اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران: همه گزینه‌ها همچنان روی میز است. توماس نایت، سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل، در آستانه یه سفر رئیس جمهور این کشور به خاورمیانه تاکید کرد که با وجود اهمیت دستیابی به راه حل دیپلماتیک در مورد موضوع هسته‌ای ایران، همه گزینه‌ها همچنان روی میز است. آقای نایت در گفتگو با یک رسانه اسرائیلی ضمن اشاره به نزدیک بودن ایران به ساخت بمب هسته‌ای گفت که با این حال و بر اساس گفته جو بایدن، آمریکا برای تحقق توافق هسته‌ای با ایران سازشی درباره موضوع سازمان‌های تروریستی انجام نخواهد داد. اشاره یه سفیر ایالات متحده آمریکا به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده به عنوان یکی از شروط هیئت مذاکره کننده ایرانی برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. عدم موافقت دولت آمریکا با این شرط به مانعی کلیدی بر سر دستیابی به توافق نهایی ایران با قدرت‌های غرب بی تبدیل شده است. آقای نایت در ادامه امنیت اسرائیل را از مهمترین محورهای گفتگوی جو بایدن و مقامات اسرائیل در سفر پیش روی رئیس جمهور آمریکا به منطقه عنوان کرد و گفت که دولت فعلی آمریکا از همان ابتدا گفته است که قصد ندارد دست اسرائیل را در دفاع از امنیت ملی این کشور ببندد. جو بایدن قرار است 22 تیر به خاورمیانه سفر کند و بعد از دیدار با مقامات اسرائیل عازم عربستان سعودی شود. صحبت‌های شاهین نجفی در مورد ایران و حجاب اجباری: ابلهانه است این داستان، مشکوک است این قضیه. این حجاب اجباری جای تأمل دارد که چرا فقط در ایران؟ مگر کشورهای دیگر مسلمان نیستند؟ خود شیعه هم بازن همینجوریه. مارکش جدی از شیعه است که میگه که حجاب اجباری نیست. هیچ جایی از قرآن وجود نداره که اجابه، یعنی خیلی راحت میشه. یکی از خطراتی که وجود داره، من خودم اینو تایید بکنم به عنوان کسی که قرآن رو میشناسه تا حدی، باید اینو بگم که خیلی راحت با قرآن، خصوصا با تأویل قرآن، نه فقط تفسیر، با تأویل قرآن، اون عزیزانی که با بعضی زبان و تأویلاش مثلا، خیلی راحت میشه اثبات کرد که اون چیزی که فقهای دینی در واقع دارن میگن، این در کتاب دوام قرآن انگار نیومده و جور دیگه میشه تفسیرش کرد. یکی از مهمترین تفسیرها یا زبانیه یا زمانی، بله، که اینها این اتفاق میتونه بیفته. در نتیجه حتی این تفکر غالب هم نیست. میشه حتی اینو با خود قرآن اثبات کرد که حجاب اجباری نیست. خیز بلند دولت رئیسی برای دست کردن در جیب مردم. نماینده مجلس: منابع ارزی در اختیار مردم باید به چرخه اقتصاد بازگردد. در حالی که حامیان دولت رئیسی ادعا می‌کنند که او درآمدهای نفتی و صادرات غیر نفتی را افزایش داده، شواهد آشکار می‌کند که راهکار دولت 13 برای کنترل بازار ارز، برخوردهای امنیتی و دست کردن در جیب مردم است. قوه قضاییه روز دوشنبه 20 تیر در پیامکی به مردم اعلام کرد ارزه حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی قاچاق ارز محسوب می شود. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خبری دیگر گفت 20 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در دست مردم است که اگر به چرخه جریان اقتصادی کشور برگردد، به مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور کمک می کند.
بر اساس ادعای این نماینده مجلس، تضمین سپرده‌های ارزی و سودهای جذاب می‌تواند بازار ارز را تقویت کند. پور ابراهیمی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری ایسنا مدعی شد که اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند به مدیریت بازار کمک کند. قیمت دلار در هفته‌های اخیر نوسان‌های زیادی را تجربه کرد و به 33,000 تومان هم رسید. با این حال، رسانه‌های حکومتی ایران ادعا می‌کنند که دولت رئیسی در کنترل بازار ارز عمل کرده موفقیت‌آمیز داشته است. در سوی دیگر ماجرا، کارشناسان و فعالان بازار اقتصادی را زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی می‌دانند. با این حال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا می‌کند اقدام‌هایی که دولت در هفته‌های اخیر برای مدیریت بازار ارز انجام داد مثبت است و مجلس از آن حمایت می‌کند. او در ادامه افزود جذب منابع ارزی خارج از شبکه رسمی مبادلات یکی از موضوعهای مهمی است که پیشنهاد دادیم از طریق بانک‌های دولتی و غیر دولتی به صورت عملیات برای بانک مرکزی منابع ارزی را جمع‌آوری کنند. او مدیریت ارزهای خانگی را از علامت‌های خوب نظام اقتصادی خواند و مدعی شد بازار ارز به تدریج دارد از فضای روانی و سیاسی به فضای منطقی تبدیل می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بدون اشاره به عمل کرده اقتصادی دولت رئیسی و تبعات آن، تقاضای کاذب را عامل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار دانست و گفت راهکار دیگر حل مشکلات اقتصادی اتکا به درآمدهای مالیاتی است. به گفته او تا ماه آینده هیچ درگاه پرداختی نباید بدون اتصال به شبکه مالیات کشور باشد و 1,000,000 دستگاه های کارتخانه باقی مانده تا پایان ماه جاری باید به شبکه مالیات کشور متصل شوند. سخنان این نماینده مجلس حاکی از آن است که دولت برای حل مشکلات اقتصادی روی خارج کردن منابع ارزی از دست مردم و اخذ مالیات های سنگین حساب ویژه‌ای باز کرده. با این حال، رسانه‌های حکومتی در اقدامی هماهنگ مدعی شده اند که دولت بدون ارزپاشی و استفاده از ذخایر بانک مرکزی با مازاد ارز هم روبروست. خبرگزاری تسنیم و روزنامه کیهان از رسانه هایی بودند که اوایل تیر ماه این ادعا را مطرح کردند و مدعی شدند دولت به ذخایر ارزی کشور دست اندازی نکرده است. با وجود ادعاهایی از این دست، افزایش ناامیدی در احیای برجام، قطعنامه شورای حکام علیه ایران، ناتوانی دولت در مهار تورم و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به افزایش بی سابقه نرخ ارز در ایران منجر شده است. کاخ سفید: ایران آماده ی تحویل پهپادهای مسلح به روسیه می شود. کاخ سفید اعلام کرد که معتقد است روسیه از ایران خواسته صدها هواپیمای بدون سرنشین تحویل این کشور دهد تا در تهاجم نظامی خود علیه اوکراین از آنها استفاده کند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده که در جمع خبرنگاران حضور یافت، گفت مشخص نیست که آیا ایران تا کنون هیچ هواپیمای بدون سرنشینی تحویل روسیه داده باشد، اما واشنگتن اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران خود را برای آموزش نیروهای روسی جهت استفاده از این پهپادها آماده می‌کند. وی اظهار داشت اطلاعات ما حاکی از آن است که حکومت ایران قصد دارد صدها هواپیمایی بدون سرنشین در یک بازی زمانی سریع تحویل روسیه دهد، از جمله پهپادهای دارای قابلیت حمله تسلیحات نظامی. آقای سالیوان گفت این امر نشان می‌دهد بمباران‌های شدید روسیه در اوکراین که طی هفته‌های اخیر جا پای مسکو در شرق اوکراین محکم کرده، به بهای از دست رفتن تسلیحات خودشان تمام شده است. در روزهای گذشته گزارش‌ها، تصاویر و ویدیوهای متعددی از حمله موشکی و هوایی روسیه به ساختمان‌ها، مدارس، مراکز خرید و دیگر نقاط غیر نظامی منتشر شده است. اگرچه کرملین کماکان حمله به غیر نظامیان را انکار می‌کند و مدعی است که این حملات برای غیر نظامی کردن اوکراین است. جیک سالیوان در ادامه اظهارات خود گفت که ایران پیش از این نیز پهپادهای مشابهی را در اختیار شورشیان حوثی در یمن برای حمله به عربستان سعودی گذاشته بود. افت 5% سهام توییتر بعد از فسخ خرید این شرکت توسط ایلان ماسک. به دنبال فسخ قرارداد خرید توییتر توسط ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، ارزش سهام این شرکت بیش از 5% سقوط کرد. وکیل آقای ماسک اعلام کرد که او قصد دارد قرارداد 44 میلیارد دلاری خرید این شرکت را فسخ کند. هر سهم توییتر با آغاز کار بورس‌های جهانی حدود 5.46% افت کرد و به زیر 35 دلار سقوط
کرد. وکلای ایلان ماسک در توضیح دلایل خود برای فسخ این قرارداد میگویند که توییتر به مفاد قرارداد پایبند نبوده و اطلاعات لازم را به ماسک ارائه نکرده. از جمله این اطلاعات شمار کاربران جعلی در توییتر است. توییتر میگوید شمار کاربران جعلی در این شبکه اجتماعی حدود 5% از کل کاربران را تشکیل میدهد، اما آقای ماسک میگوید شمار واقعی کاربران جعلی بسیار بیشتر از این رقم است. با این حال مناقشه ایلان ماسک و توییتر بر سر خرید سهام به دادگاه کشیده خواهد شد.